پایشای برگشت، همینطور که میدونیم زمانی که یوسف و صدیق میاد و به برادراش افشا میکنه که برادرشونه، به چه صورت این صحبت رو شروع میکنه؟ اون آوینو خی، آن آوینو خی. خب میفهمین بعد از 120 سال یک همچین سوال یا قدش برخوا از ما میپرسه. اولانو میوم ادین، اولانو میوم هتو خخاف. همونطور که برادرای یوسف و صدیق هیچ جوابی نتونستن بدن، جوابی نداشتن، از خودشون نتونستن دفاعی بکنن، بعد از 120 سال هم هیچ شخصی نمیتونه در برابر دادگاه الهی جوابی داشته باشه. ما در این دنیا فکر میکنیم خب جوابی داریم، یه روز تورا نمیخونیم میگیم خب خسته ایم، یا خسته شالام اشتباهی میکنیم، شبات، موعدی، میسوت و غیره و غیره شاید به نفع اصلا انجام نمیدیم، برای خودمون بهانه داریم. ولی نهایتا بعد از اینکه شخص در جلوی هشم میره و در دارگاه آسمانی ما هیچ جوابی نداره، تو از اینجا خخامی میاد میگیرن چقدر مهمه که شخص همیشه در نظر داشته باشه اود آوینو خی. اود آوینو خی یعنی چی؟ یعنی هنوز پدر ما زنده است؟ آیا هنوز پدر ما زنده است؟ این داره اشاره میکنه به چی؟ به پدر آسمانی. آوینو شبشمای که پدر آسمانی ما همیشه تمام اون اعمال ما رو میبینه، افکار ما رو میدونه. و شخصی که بدونه که تمام افکارش رو میدونه، تمام اعمالش هرشم میدونه و تمام اون رفتار و کردارش نوشته میشه، شنیده میشه، هرگز نمیاد خطا بکنه. یه بار یکی از گدولین به شخصی میخواسته براخا بده و اون شخص خب خیلی منتظر بوده که یه براخای عالی بگیره. اون شخص حراب گدول بهش میگه که ایشالله همون قد که ترس داری از یک آدم، همون قدم ترس داشته باشی از خداوند. یعنی چی؟ خب معلومه که آدم باید ترسش از خدا بیشتر باشه. میگه که بود حراب این منظور شما چیه؟ میگه ببین، وقتی که آدم یه پلیس میبینه، یه شخصی رو میبینه که توی دولته چقدر میلرزه، چقدر میترسه، اگه همون ترس آدم داشته باشه از خداوندی که خداوند رو نمیبینیم، ممکنه که اون شاید درک نکنیم، اون موقع چقدر بیشتر مواظب به اعمال و رفتار خودمون. سو هر شخصی تو زندگیش بعدش به خودش یادآوری کنه اود آوینو خی، که نه تنها عقلش بارو خوب اعمال رفتار ما رو میبینه، پدران ما اعمال رفتار ما رو میبینن و بعد از 120 سال تمام اینا جلوی چشم آدم میاد و به این وسیله شخص هیچ وقت شرمنده نشه در جلوی اون دادگاه آسمانی. به دین شلمانا و نمر. آمین.